روز جهانی معلم یک رویداد سالانه است که در 5 اکتبر برگزار می شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است. اهمیت دانش و علم آموزی از دیدگاه اسلام به قدری روشن است که نیازی به توضیح ندارد. اما علی‌رغم توفیق‌های فراوانی که مسلمانان در قرن‌های اولیه به دست آورده‌اند، در دهه‌های اخیر نه آموختن علم همچون گذشته میان مسلمانان رونق دارد و نه معلم و استاد جایگاهی چون گذشته میان جوامع اسلامی دارد. همکارم هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. بهترین و زیباترین تعبیرها و تعریفها درباره علم و دانش در معارف دین اسلام ذکر شده و تصور نمی شود که در هیچ یک از ادیان دیگر به اندازه آیین اسلام به ارزش علم عالم پرداخته شده باشد. نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد بهترین دلیل بر جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در اسلام است. آموختن دانش از دیدگاه اسلام ضرورتی است که فراگیری آن توصیه به همه افراد شده و محدود به قید زمان و قید مکانی نگردیده است. حدیث بسیار مشهور و معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید علم آموزی بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است، و در جای دیگر توصیه فرموده که از گهواره تا گور بایستی در پی کسب دانش بود. این توصیه ها تا به دانجا پیش می رود که حتی فراگیری دانش از کفار و مشرکان را جایز شمرده و توصیه شده برای یادگیری علوم در صورت ضرورت بایستی به دورترین سرزمین ها حتی چین سفر نمود. مسلمانان نیز در طول اعصار و قرون متمادی با الهام از آموزه‌های اصیل اسلامی و همچنین با بهره‌گیری از میراث تمدن‌های پیش از خود پایه‌های اولیه تمدن اسلامی را پیریزی کردند و در دوره‌های بعد آنچنان در توسعه و تکامل آن جدیت به خرج دادند که نزدیک به 8 قرن رهبری فکری تمامی دنیا را بر عهده گرفتند. در این مدت طولانی مسلمانان با موفقیت تمام در دو سو توانستند به موفقیت دست یابند. از یک سو با انتقال آثار ارزشمند تمدن‌های گذشته به جهان اسلام نه تنها آنها را از خطر انهدام و فراموشی نجات دادند، بلکه با ترجمه و تصحیح و تکمین اندیشه‌های آنان بسیاری از علوم گذشته را به کمال رساندند. از سوی دیگر توفیق پایه‌گذاری برخی علوم جدید مثل شیمی آزمایشی، فیزیک جدید، جبر، مثلثات، زمین شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی را نیز به دست آوردند. تا آنجا که پدر علم شیمی و پدر علم جامعه شناسی و پدر علم طب از میان مسلمانان بوده است، و پس از این بود که فرهنگ و تمدن اسلام موجب شد تا اروپا و سایر مناطق از آن تأثیر یافته و بیدار شوند. اما علی‌رغم این همه افتخارات کسب شده توسط مسلمانان، چندین دهه است که نه علم آموزی همچون گذشته میان مسلمانان رونق دارد و نه معلم و استاد از ارج و قرب و منزلتی همچون گذشته میان جوامع مسلمان برخوردار است. این روزها در کشورهایی همچون افغانستان و ایران شغل معلمی از حال روز خوشی برخوردار نیست، و افراد این صنف نه تنها در انجام فعالیت‌های آموزشی خود با موانع متعددی چه از سوی دولت‌ها و چه سایر مراکز روبرو هستند، بلکه حتی در زندگی شخصی خود نیز به دلیل بها داده نشدن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. امروز معلم‌ها در برخی از کشورهای اسلامی در ردیف کم برخوردارترین و شاید فقیرترین اقشار جامعه محسوب شوند که برای تأمین اولیه‌ترین نیازهای زندگی خود نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و گاه علاوه بر شغل معلمی ناگزیر به اشتغال در شغل دوم و سوم هستند.
بدون تردید این وضعیت معلمان علاوه بر افت شدید سطح آموزشی در مراکز علم آموزی همچون مدارس و دانشگاه ها باعث خواهد شد که دانش آموزان و دانشجویان با مشاهده وضعیت زندگی و معیشت معلمان در ادامه مسیر علم آموزی دچار ناامیدی و کم انگیزگی شوند و کیفیت تحصیل آنان نیز دچار اختلال جدی شود. به نظر می رسد بازگشت به توصیه های دین مبین اسلام و اهمیت دادن به جایگاه والای علم و دانش و معلمان و همچنین توجه بیشتر دولت های اسلامی به مراکز علمی و پژوهشی و ارج نهادن به تلاش های معلمان و تکریم دانش پژوهان و اندیشمندان می تواند جوامع اسلامی را دوباره به همان اوج و شکوه گذشته در زمینه مرتبه و جایگاه شایسته علمی بازگرداند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آنکارا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. جناب شجاعی، دلیل پیشرفت مسلمانان در زمینه‌های علمی در گذشته و توفیق‌های کمتر آنان در عصر حاضر چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ قطعاً عوامل خیلی زیادی داره که باید با پژوهش‌های دقیق به دست بیاد، ولی من سه نکته رو ذکر می‌کنم. یکی این که مسلمانان در دوره اول رخ داد، موفقیتشون از این جهت بود که علم رو از منابع معتبر علم گرفتن. این همین روایتی که تو گزارش خوانده شد که اطلب العلم ولو بسین، علم رو بجوید ولو در چین، خودش مشعره به این امره که علم رو، هر علمی رو از منبعش، از کشورش، از عالمانش باید گرفت. اما از یک دوره‌ای، از دوران انحطاط به اصطلاحش یاد میکنن در تاریخ ادبیات عربی و اسلامی، مسلمین شروع کردن فقط اکتفا کنن به منابع خودشون و سنت خودشون رو مقدس بشمارن. این مقدار به خاطر قطع ارتباط با غرب بود و وجود قرون وسطا که غرب چیزی برای عرضه نداشت. اما از زمانی که حوالت تاریخی به عهده غرب نهاده شده و پیشرفت‌های علمی در غرب هست، روش مسلمانان فرق کرده و الان منابع رو از اونها نمیخوان بگیرن و میخوان بگن که ما مستقل هستیم و خودمون تولید علم داریم. خب این خلاف اون روایت هم هست، خلاف عقل و منطق هم هست. یه دلیل دیگه اینه که در همین دورانی که به دوران انحطاط معروفه، به جای تولید مستقل آثار، مسلمین مشغول شدن فقط به شرح و تحریر و تعلیق و حاشیه آثار قبلی و سنتشون براشون مقدس شد. و سومین دلیل از بین رفتن تفکر انتقادیه که معلمین باید عمدتا منتقل کنند به انسانها در سنین پایین، و معلمین چنین امکانی در کشورهای اسلامی ندارن و با سرکوب و سانسور مواجه هستن. اینا فکر میکنم مهمترین دلایل اینا. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که آیا از نظر شما معلم جایگاه واقعی خود رو در جوامع اسلامی تونسته به دست بیاره؟ من درباره همه جوامع اسلامی مطالعه ندارم که بتونم حکم کلی بدم، و در مورد ایران و افغانستان که نام برده شد، قطعاً معلم جایگاهی رو که باید داشته باشه نداره. بله، برای دستیابی به جامعه آرمانی در زمینه‌های علم آموزی و بها دادن به جایگاه معلم و استاد چه کارهایی لازم است که انجام شود؟ اصل یک مطلبی که باید روشن بشه اینه که معلم فقط واسطه علم نیست. معلم فقط واسطه انتقال علم نیست. معلم عمدترین چیزی رو که آموزش میده محتویات علم نیستن، بلکه چگونگی رسیدن به علم، تولید علم و تفکر انتقادیه. مثلا معلم به قول یکی از بزرگان غرب در یکی از آثارش که در مورد تربیت هست، علوم تربیتی هست، میگه که قرار نیست برای مردم ماهی بگیریم، قرار ماهیگیری رو بهشون یاد بدیم. معلم باید به دانش آموز از اول اون چرا که منتقل میکنه اصلش این باشه که این انسان تفکر انتقادی داشته باشه و اموری رو که اصولا مقدس نیستن مقدس نشماره و در جاذبه شخصیت ها گیر نکنه و خودش مستقل برای خودش فکر کنه و در همه چیز به دیده شک و انتقاد نگاه کنه. اگر این رو و رجوع به منابع اصلی رو و چگونگی علم آموزی رو معلم منتقل کرد، جوامع اسلامی وضع بهتری خواهند داشت.
ممنونم از شما آرش هنر برای شجاعی از آنکارا با ما همراه بودند.